نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله در باب عزاداری و مجالس امام حسین علیه السلام اگر که باشد من خدمتتون عرض کنم بسیار خوب است. حضرت آیت الله العظما سیستانی در همین صفحه 225 توزیع المسائل جامع فرمودند شایان توجه است مراسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام و خصوصا حضرت سید شهدا از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام و برگزاری آن کوتاهی شود. یعنی حتما باید ما برگزار کنندگان عزاداری امام حسین علیه السلام باشیم و در این زمینه همچنان که حفظ وقار و عظمت و شکوه این مراسم و سایر مراسم مربوط به اهل بیت از وظایف مؤمنین به شمار میاد. جناب حسینی بینندگان عزیز حضرت آیت الله العظما سیستانی عنوان مرجع اعلای جهان تشیع میفرماید که مجلس عزاداری امام حسین باید با وقار باشه. وقار یعنی چی؟ یعنی سنگین باشه، سبوکی در مجالس امام حسین علیه السلام، ای که ببخشید تعبیر به کار میبرم ده خیز و بدوی باشه و یک سرصدا باشه و یک حرفا، نه، مجلس باید حتما چی داشته باشه؟ وقار داشته باشه، سنگین باشه. یعنی تصور ما بری باشه که واقعا به رقم است در برخی از مجالس روح ائمه حضور پیدا میکنه. امام زمان ما که چی است؟ زنده است. یعنی مجلس باید طوری باشه، در چنان شأنیتی داشته باشه که اگر روح پیامبر گرامی اسلام اینجا حاضر ناظر بود، یا روح امیرالمومنین، یا روح خود حضرت سید الشهدا علیه السلام حاضر ناظر بود، باید این سنگینی باشه مجلس. باید از کارهایی که موجب وحن عزاداری میشه، یعنی سبوکی و خاری عزاداری میشه، اجتناب شده. یک دو کلمه دیگر هم بخوانیم. همچنین 4 دقیقه وقت دارم. همچنین شایسته است. درود بر حضرت آیت الله العظما. مؤمنین و مؤمنات ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام را ایام حزن و اندوه خیش و خانواده قرار بدهند. بنابراین اگر ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه شروع بشه، همچنان که اونا محزونن، ما هم باید چیه؟ محزون باشیم. و از کارهایی که باعث شادی و مسرت است در ایام چی شود؟ خودداری شود و از نمادها و مظاهر حزن استفاده کنن. مثلا لباس سیاه پوشیدن نماد چیه؟ حزن. پارچه سیاه زدن نماد حزن و اندوه است. و از استعمال نمادها و مظاهر سرور اجتناب کنند. دیگه برخی از مثلا جشن گرفتن و نمیفهمم که مگر تولد گرفتن و کارهای دیگه باید ایزه بیده چی شود؟ اجتناب کنند که شیعیان با حزن اهل بیت محزون شوند.